زنان ایران اولین قربانیان نظام جمهوری اسلامی بودند و قوانینی که بر اون بعدها حاکم شد. اگر که یادتون باشه قانون حمایت خانواده رو یکی از اولین کارهایی بود که در این نظام انجام گرفت. اون موقع زنان ایرانی صدها هزار نفر آمدن بیرون و شعارهایی رو مطرح کردن که ندای اون شعارها رو الان باز دوباره میشنویم، درباره اینکه آزادی نه شرقی نه غربی و آزادی جهانیه و باید برای همه باشه. و یکی دیگه هم سابقه زنان ایرانه. از ابتدای انقلاب مشروطه تا به امروز هر جا که صدای حق و آزادی در مملکت بوده زنای ما جزو پیشگامان آزادی بودن. فکر میکنم هم به گذشته برمیگردن و هم به خاطر قربانی شدن در صفوف اول مبارزه قرار میگیرن. یکی از طنزای تلخ برای جمهوری اسلامی اینه که کسانی رو که فکر میکرد فرزندان انقلابن الان بعضی از چیزهای اساسی این انقلاب رو مورد سوال قرار دادن. نسل ما، نسل من، نسلی که من درش بزرگ شدم، هیچ وقت به خاطر روش و منش زندگیش، به خاطر نوع لباس پوشیدنش، به خاطر کاری که میخواست بکنه، اینطور مورد سوال و هجوم قرار نگرفته بود. ما نمیفهمیدیم اصلا که این چه معنایی داره. این دخترانی که شما میبینین به خاطر اینکه فقط بگن حضور دارن و میخوان که حق انتخاب داشته باشن، زندان رفتن، شلاق خوردن، برگشتن به خیابون و چهره خیابونهای ایران رو عوض کردن. به همین جهت این نسلیه که با پوست و گوشت و خونش معنای حق انتخاب و آزادی‌های فردی رو چشیده و فکر می‌کنم با نسل قبلی خیلی از این بابت متفاوته. حق بودن و حق اینه که در جامعه به فرد و فردیت هر فردی احترام بگذاره و اجازه بده که هر فردی بر طبق استعدادها و توانهای شخصیش بالنده بشه. ولی زنهای ایرانی کاری که کردن از طرفی حق انتخابه، مثلا در ارتباط با حجاب یا مسائل دیگه، منتها توانستن این 1 میلیون امضا که بسیاری از زنان فرهیخته و عزیز ما در ایران به راه انداختن برای این بود که زنان رو از طبقات و اخشار مختلف با تمایل‌های مختلف به همدیگه وصل بکنه و نشون بده که آزادی من در گروه آزادی شماست و این دوتا رو نمیشه از جدا کرد. دفاع از آزادی زنانی که مثل من فکر نمی کنن ولی دفاع از حقوقشون برای من همونقدر اهمیت داره که دفاع از حقوق خودم. اون چی که در ایران داره اتفاق میفته فقط یک مسئله سیاسی یا ایدئولوژی نیست. دفاع از حرمت انسانیه و دفاع از هستی خودت، حق زیستن رو داره. من همیشه به دوستان آمریکایی یادآوری میکنم که این چیزی که در آمریکا میگیم هر فردی حق آزادی و دنبال کردن شادی رو داره، این فقط یک مسئله غربی نیست و زنان ما با آمدن به خیابون نشون دادن که مسئله شون کاملا ورای سیاسی میره. هیچ آزادی سیاسی به دست نمیاد تا زمانی که ما آزادی های فردی رو بهش احترام نگذاریم. دولت برخلاف تصور خیلی ها در حقیقت ترس زده است، میترس از قدرتی که زنان یا جوانای ما دارن نشون میدن. اگر که دولت ادعاهایی رو که میکنه باور داشت، خودش هیچ دلیلی نداشت که یه چنین خشونتی رو انجام بده، برای اینکه یه تعداد بسیار اندکی از جامعه ایران که به قول دولت جاسوس اسرائیل یا آمریکا یا فعلا شیطان بزرگ انگلیس هستن، آمدن و دارن شلوغ میکنن و برای دولتی که از حمایت اکثریت جامعه و اکثریت زنان جامعه برخورداره بهترین کار بی‌اعتناییه. ولی زمانی که شما کسانی رو که هیچ اسلحه‌ای ندارن به جز صداش و میان به خیابون و خواستشون اینه که یک انتخابات رو، نتایج انتخابات رو دوباره بررسی کنن،
با یک چنین خشونتی پاسخ میدن، این به معنای ترس شدید دولته. زنهای ایران به معنای سمبل زنده موندن این دولت شدن، یعنی طوری که توی خیابون راه میرن، هر نوع حرکتی که میکنن دولت این رو مبدل کرده به یک به اصطلاح اظهاریه سیاسی در مورد دولت. و طوری که زنان ایرانی، همونطور که خانم سرشار اشاره کردن، یکی از جالبترین مسائل در ارتباط با حضور زنان در این تجمعات این بود که شما زنان کاملا محجبه رو میدیدین در کنار زنانی که اگرم حجابی به سر داشتن معلوم بود که اون اجباریه. یعنی اینکه اونها متوجه هستن که منافعشون با هم یکیه و اون چیزی که اینجا مطرحه این نیست که اسلام خوبه یا بد، اینه که هیچ دولتی حق نداره که مذهب رو به عنوان ایدئولوژی ازش استفاده بکنه برای سرکوب و کنترل. کاری که با زنان ایران میشه بسیار شبیه کشورهای توتالیتر دیگه است، همونطوری که شما از خانم مرکل نقل قول آوردین. این یه حکومت توتالیتره که از طریق کنترل هر فرد فرد افراد جامعه سعی داره که کنترل سیاسی خودش رو بر جامعه اعمال بکنه. مسئله دیگه هم که خانم سرشار اشاره کردن که خیلی مهمه و خیلی خوشحالم که راجع به خانم مهرانگیز کار در حقیقت صحبت کردن. خانم مهرانگیز کار یه سری مقاله نوشتن در مورد قوانین سرکوب کننده در ایران در ارتباط با زنان همراه با یک روحانی، آقای سعید زاده. یعنی حضور این نوع زنان مثل خانم کار، مثل خانم عبادی، مثل سیمین بهبهانی در درون جامعه ما فقط کمک نمی کرد که زنان سکولر، زنان لایک به اصطلاح قدرت و جرأت پیدا کنند، باعث تغییر نظر در درون خود جامعه روحانیت و خود کسان مذهبی بود که در ابتدا طرفدار انقلاب بودن و این به نظر من یک دستاورد بسیار مهمه. اولین اصل دموکراسی چند صدای بودن، اجازه دادن به اینه که صداهای مختلف در کنار هم برگاهی اوقات در مبارزه با هم وجود داشته باشن. توی آمریکا افرادی رو میبینیم که عقایدی رو دارن در ارتباط با مسیحیت شبیه آقای احمدی نژاد، مثلا جری فالویل، کسر ریاست جمهوری های مختلف آمریکا، آقای اوباما نوعی که به مسیحیت نگاه میکنه خیلی متفاوته با نوعی که آقای بوش نگاه میکنه، ولی همه در کنار هم این صداهای مختلف رو ما داریم. یک حکومت خودکامه، یک حکومت ایدئولوژی زده، اولین کاری که میکنه دستگیر کردن صداهای مختلف، خفه کردن و خاموش کردن این صداهاست. به همین جهت من فکر میکنم که این خودکامگی همراه با ایدئولوژی هم میشه و هیچ نوع ایدئولوژی نمیتونه به دموکراسی منجر بشه.